حضور حضرت موسی و حضرت معصومه نرسید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. بسم الله الرحمن الرحیم. یه بحثی که خب بدون من جزء اطلاعاتمون باشه، چه زن چه مرد ارزش هایی که در درگاه خدا منعقد میشه، خود ذات زن و مرد بودن تأثیری درش نداره. که چون بحث خانم عظیم و شأنی مثل حضرت معصومه است، خبشون هم زننده. اینجا خداوند در سوره مجادله میفرماد یرفع الله الذین آمنوا منکم، هر که ایمان بیاره رفعت مقام پیدا میکنه، حال چه زن باشه چه مرد. یعنی مسلم یه زن مؤمن یقینا از کل کفار خلقت مقامشون بالاست. یرفع الله الذین آمنوا ایمان. خب یه دستور اومده شو، یعنی همچی بحثی که باید طرف ایمان بیاره تا رفعت مقام پیدا بکنه. یرفع الله الذین آمنوا. باز دو مرتبه بحث بعدی میاد که حالا مؤمن شدیم، چه زن چه مرد چی مقام رو بالا میبره؟ همون آیه میفرماد والذین اوتوا العلم درجات، هرچی علم اون مؤمن بیشتر باشه درجه هاش بالاتر. حالا چه زن 500 چند؟ بله بله، منم جلوم بازم 500 فلان. بله فرمه که هرچی علم بیشتر باشه مقامش بله. با زنان خیلی دانشمندی داشتن دانش خودش مقام و رتبه رو بله. باز خدا می فرماده نه اکرمکم عند الله اتقاکم، هر که تقواش بیشتره مقامش بالا. میخواستم خدا اگه تو خونه من توجه کنه، من مثال میخوام بزنم، من تقوام بیشتر یا زنم، هر کدوم بیشتره اون مقامش بالا. مثل همین خب مثل زن و مردی ملاک نیست، هر که تقواش بیشتر. باز خدا میفرماد فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما، اون که بیشتر در راه خدا میکوشه بله خیلی بالاتر. زن و مردی اصلا تأثیری نداره، باید تحصیل بشه این مقام ها و بره بالا و بره بالا. حضرت زهرا زنه ولی از نظر مقام تو کل خلقت سومه. نه اینکه چون زن بوده، نه نتونسته باباش جلو بزنه و شوهرش، نه اینکه چون زن بوده، ولی همین زهرا از حسن و حسین و حتی امام زمان از همه جلوتر دیگه، نتونست اونو نشد یا خود نشد به اونجا نرسون خودش، نه اینکه نمیتونست برسونه نرسون. اینا یه حساباییست که خداوند را رو باز کرده، میگه برید جلو خودتون بدونید، دست بدوی زحمت بکشید من میدم مقام، من جلو کسی رو نبستم. الان دارم من سوره آل عمران رو ورق میزنم، یه جا دستور سرعت به همه خدا میده که تو بندگی خدا هیچ سرعت بگیرید از هم دیگه. صفحه 67 ساره و الى مغفرت من ربکم و جنت، چه زن چه مرد بیشتر کن بندگی تو، سعی کن جلو بیفتی، سعی کن جلو بیفتی. خدا دوست داره انقدر جلو بیفت جلو بیفت تا بشی مثل سوره بعد از واقعه، سوره حدید اینم همون آیه است، اینجا به سابقو صفحه 540 انقدر برو تو جلو بیفتی از نفر اول بشی الی مغفرت من رب. بس امام ششم دارن تو این مفاتیح الجنان تو دعای ندبه که ایشون فرمودن، بفرماد خدا چون میدونست که اشخاصی به اختیار خودشون، به زحمت خودشون، به فعالیت خودشون، نه که خدا کرده خدا بکر جلو بندز و بگیم مقام داره که، میدونست که مثلا کی به اختیار خودش جلو میفته تو بندگی، به همین خاطر اینا رو معرفی کرد به دیگران که امام باشن یاد بگیرن ازشون، ولی خودشون جلو افتادن نه که خدا جلوشون. میدونست شما وارد یک کلاسی میشید، ما که علم غیب نداریم، حالا اگه کسی داره میدونه این پسر بهتر از همه درس میخونه، از همون اول سال میگه آه ببینید این چه جور درس میخونه، اینو امام خودتون قرار بدید، مثل این درس بخونید، مثل این هم چه کنید، چون میدونه که این بهتر از همه میخونه و میتونه امام بشه. دارم زرم میزنم دعای ندبر. بعد میگه اصلا این چیزایی که خدا معرفی کرد خودشون جلو افتادن، میدونست خدا گفت این امام باشه اون چی باشه اون چی.
راه رم برای همه خدا باز میکنه، همه در قیامت اونجا هستیم، درجات عجیب غریب قیامت رو میبینیم، همه زن مرد. همیشه خداوند اینو داره که من برای همه تون را باز کردم، کمکم میکردم و خودتون جلو نایمدین، نه اینکه من کم آورد گذاشتم، نه همه میدونن که راسته، همینطوره خودمون عقب افتادیم، خودمون میتونستیم بریم نرفتیم، ولی این مقدار رفتیم. این فهم و درک ها خوبه. پیغمبر فرمودن که حالا این کل گویاییست که از عالم وحی داره میاد، خدا چون میدونه میگه، گفته به پیغمبر، اونم به ما گفته، فرمودن که توی زنها و مردها در خلقت المؤمنت و اعز من المؤمن، زنهای با ایمان تعدادشون کمتره از مردهای با ایمانه تو عدد. خاطرتون باشه که زن در خلقت بیشتر از مرده، چون آخر سر که جوجه ها را آخر پاییز میشمرن، همه زن ها یا تو بهشت نه تو جهنم، همه تو بهشت زن ها را میشمرن بیشتر از مرد هست، تو جهنم هم میشمرن بیشتر از مرد هست. پس زن در کل بیشتر از مرد، تش اونجاست دیگه، زن بیشتر از مرد خواه میشه. در این حال فرمودن اونایی که مؤمنند در زنها کمترند از اونایی که در مردها. خب اینو گفت، نه اینکه باز ای بیدش خوند، نه اینکه باز بکنه. اومد باز فرمودن که در زن مردها خیلی ها به کمال رسیدن. من یه کلاسی هم اینجا باز میشه، من و شما یه کمالی هست که از اگه بهش برسیم به اون کمال که دیگه در آخرت هیچ کم نداشته باشیم، اینا دنبالش باشید ها. فرمودن که در مردها عدد اعدادی که به کمال رسیدن زیادن، ولی در زنها اومخ زنهای کامل رو شمردن. یکیش خدیجه کبرا هست که کامل شده، یکیش مریم هست، یکیش زن فرعون آسیه بنت مزاحمه، یکیش کلثوم خواهر حضرت موسی هست و فاطمه از همهشون کامل تره. در هی گفتند که زنهایی که به کمال رسیدن، حالا از زنانی که به کمال رسیدن که هم حضرت معصوم هست، حالا تعریف ها رو کردن، ما ها اینا رو نمیدونیم، ما باید خدا بگه یا ائمه که میدونن بگن و که ما بفهمیم کمال چیه، برای چی من و شما رو خدا خلق کرده. الان توی مملکت ایران تحصیلاتی که ردیف کردن، اون آخرین رده علمی که دیگه ایران نداره، رسید کسی به اون آخرین رده، اون کمال. اونایی که نرسن خوب ناقصن دیگه. تو خلقت آسمان و زمین خدا مقام میده، آخرین مقامی که دیگه بالاتر از اون نیست، آیا رسیدن مردها بهش یا نرسیدن؟ کمال به اون میگن، که خوب تشویق میکنن برید به سمتش، برید به سوش. چجوری میشه که من و شما به اینها دست پیدا کنیم، به این کمال ها؟ اولا باید بخوایم. خود این که بخوایم کلاس اولش، الان تو این طلبه ها که میرن تو حوزه علمیه، نه حالا همیشه میادن نمیخوان مجتهد بشن، چهار تا بخونن دو برن دو پیش نمازی جایی، یه ده میخوان باز، یه ده که میخوان بخوان اصلا اعلم ترین بشن، با همه فرق میکنن. اول بخواد، اگه نخواد که خودش نمیخواد، خواستن باید باشه. میخوای شما به کمال برسی، خودت میدونی، و بخوای اون وقت به سمتش بریم. این کتاب که وحی آسمانه قول مساعد داده که وقتی کوشش کنی برای به دست آوردن چیزی، من جا هدف اینا در راه بندگی ما هم خط رو نشونت میدیم که چیکار کن، لنهدی انه هم سبوله. و باز این کتاب یعنی خود خداست فرموده که تو وقتی تقوا به خرج بدی من کمکت میکنم، ان الله مع الذين اتقوا، تو خوب عمل کن من همراهتم کمکت میکنم. میتونیم من و شما معصوم بشیم؟ حتما میتونه. معصوم مطلبی نیست ان خدا ما رو حفظ کنه، خدا بنا نداره کسی رو هول به معصیت بده، نمیکنه اصلا، خود طرف میره معصیت، تو بنا بگذار که معصیت نکنی، بنای راستاسی و خود تو به خدا بسپر، بناد همین باشه، قول داده خدا من حفظت میکنم، قول که دروغ نمیگه، باشه تو بکنی کارو میکنه.
یه عده خواستند و واسدادند پاش، خودم کار خودشو کرد، قول و عمل کرد، اینا معرفشون هم کرد که اینا معصومن، من واسدادن سر قولشون. اینجا در سوره احزاب که مطالبی داشت مطرح میشد وقتی نازل شد برای پیغمبر اسلام، یه مطلبی آیه ای آمد که خب یه مطلب هم اینجا گفته شد. اون صفحه رو که میخوام بیارم صفحه 421، سوره احزاب، جنگ خندق. خیلی سخت گذشت به پیغمبر و جنگ مهمی بودش. یعنی یه طرفش این بود که به کل اصلا پیغمبر همه هیچی بشن برن، یعنی انقدر دشمن قوی بود، نه دین نه هیچ، و سخت بودی. ما چه شد حالا چه مقدار شما بلدین. بعدم این سوره نازل شد، سوره احزاب، چون یه همچین مواردی مطرح بود در صفحه 421 اون بالای صفحه به تعریفی خدا نازل کرد، من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه. خدا لو داد، اینا خودشون میدونستن، خدا به ما هم گفت از مؤمنین، اینا که دور بر پیغمبرن، مردانی هستن که اینا 3 نفرم بودن تو مکه، کار خیلی داشت سخت میشد برای پیغمبر، مخالفت میکردن، میخواستن بکشن، دیوونه است، ساحره، اینم چیه فلان، دین شب ببرن. حالا چقدر بلدیم من و شما، خیلی سخت شد. جناب حضرت علی و حضرت حمزه که عموشون بود و جعفر که باز سن جعفر از حضرت علی 10 سال بزرگتر بود، اینا با هم پیمان بستن که ما تا آخرین قطره خونمون و نفسمون پای دین محمد وامیسیم. پیمان رو با خدا بستن، من تا 3 نفری بودن پیمان بستن. خدا الان بود دیگه، الان تو جنگ سال 5 جعفر که حمزه رفته بود تو احد، فمنهم من قضا نحبه، الان که در جنگ خندق میشه، 2 سال پیشش حمزه که شهید شد، تا آخر حرفش واسه واقعا به حرفش عمل. حضرت علیم که دیدی چه فداکاری هایی میکرد، ما جعفرم تو جنگ موته برای میره سال 9 هم رفت شهید شد، ولی حضرت علیم اون تا سنه 40 بودش. و من هم من ینتظر، تو اینا یک کسیست که منتظره، هنوز نشد ولی پاش واسده. و خدا فرمود و ما بدلو تبدیلا، هیچ از حرفشون پایین نیامدن. میشه برای من و شما خدا یه همچه حرفی بزنه؟ این اصلا حرفشون واسه، خب بله دیگه، خب تعریف شدن به اینا، ببین گفتن، حرف زدن، واسه دادن، اینا زحمتن داشتی برای اینا، برای همه بازه خوب دارن بگن شما این کارو بکن، شما این کارو بکن. شما پیغمبر خیلی کار بهش سخت شد که آخرش از مکه فرار کرد اومد مدینه. خب مخواستن بکشن دیگه سخت در از این 40 اومدن تو گوچه که تیکه تیکش کنن رو بره. خب آیا اومدن جبرئیل اومد که اینجوره اینجوره و تو و خونه رو میپایدن دا خونه ها اون وقت بیشتر یه طبقه اینا بودشن، مکه هم پستی بلندی داره، مثلا اون بالا اون کوه خونه هر میشه دید، کوه بلند و کوتاه اینا داره. خونه مواظبت میشد که پیغمبر شب که شد حمله کنن بکشید. اونجا پیغمبر علی رو خواست و فرمود جای من میخوابی، من برم، ولی از در که برم بیرون اینا من نمیبینند، خداست دیگه دخالت. اون که ارسلی من که اون که بله میخوابیدن، گفتن که شما انشاءالله جانتون به سلامت برم. بله میگن تا ارسلی اینو شنید همچی که واسطه بود یه افتاد رو زمین به سجده، سجده شکر. اولین سجده شکری که در اسلام به جا آورده شده همین بوده. هر سری خدا رو شکر کرد که من تیکه تیکه بشم هیچ، بذار پیغمبر جانش سالم هست الحمدلله. و آیه اومد براش دیگه، آیه در قرآن آمد که من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، خلاص سجون شده توش. بسیار این کارا داشت میشه. استلی هم خوابید و پیغمبر اومد بیرون رفت و خود ببینید داره زحمت میکشن دیگه و این کارا میشه که خب این قسمت هم رخ. حالا پیغمبر اومده مدینه، سخت بود دیگه، اذیت می به هر سلی فرمودن که تو بعد از من باش. آخه امانت میذاشتن پل پیغمبر، امانت مردم. این 13 سال که پیغمبر شده بود
ایمان که نمی آوردن، تعداد کمی، ولی همون هم که ایمان نمی آوردن و دیگران. هیچ جای امنی واسه پولا جز جای پیغمبر نبود. چون اینجا که میسپردن به پیغمبر تو محل بنی هاشم دوز جرأت نمیکرد بیاد، میترسید. هر وقت میخواستن میان میگرفتن، هر کس پول قابل توجهی داشت بودو بودو میرسون بهشون. گوش گفتن محمد امین. فرمودن که باش اعلام کن بیان پولاشونو بگیرن. پولم همه توی اتاقی بود و همه معلوم بود، علامت دار بود اینا. پولا رو که دادی همه دیگه امانتی نمونده بود، اون وقت زنا رو بردار بیار مدینه، مأموریت هستی. خب پیغمبر اومد بیرون رفت، حالا یه قضایا مفصله که بعد فهمیدن پیغمبر نیست تو خونه، والا کجا رفت و دنبال رفتن. تو اون فیلم هم نشون دادن پشت اون غار رفتن دونم تا رنکه بود و بالاخره پیغمبر پیدا نکرد. آقام سه روز تو اون غاره بودن، بعد اومدن بیرون از اون ور رفتن مدینه. مشرکین تا دستشون به پیغمبر نرسید دیدن این دست رفتش، شروع کردن به تبلیغات سو. گفتم محمد همه پولا رو خورد، برش در رفت پولا مردم. آن چه پولا اونجا بود؟ تبلیغات. پولا برش در رفت. اصلی آدم گرفت پول داد که جار بزنه تو شهر، وقت اطلاعی اونجور میدادن سر محله ها که هر که پولی برای پیغمبر داره بیاد بگیره. خب این به هم خورد، دیدن مردم میرن، خب پولا رو میگفتن میگرفت. رفتن ده کلک دیگه سوار کرد، ده نفر جمع شدن، به یکیشون به یه نفر گفتن برو بگو ما 400 تا دینار، دینار یعنی پول بزرگ، پول داشت سپردیم به پیغمبر. خب نیست دیگه تو پولا، وقت مسئله که میگه نیستش، اگه شاهد خواست ما ده نفر میگم که بله ما شاهد بودیم که ایشون پولو داده، خونم که نیست بده. اما ما تو مردم بگم، ما آنه بونه نخورد در رفت، این هاشو نداده. یه نفر آمد گفت 400 تا چی و فلان و اینا نبود تو پولا، 400 تا هم زیاده. خب فرمودن که شاهد داری کسی بود که دادی؟ این خیلی فوراً گفت بله و فوراً به سرعت رفت ده نفر آورد. این مرد اصلا بو میده که این نه تا آدم رو هر سالی اینجا که نشسته بود، اون شخصی که به حساب ادعا کرده بود اونو برش داشت، پا شد رفت 200 متر اون برتر، اونو اشاره کرد نیان. به یکیشون گفت بیاد، گفت شما شاگم بله، گفت چه وقت روز آور داد؟ اینا رو همه هنگ نکرده بودن، به چیزی گفت، گفت پولا تو کیسه او شمر تحویل داد یا پیغمبر شمر، این باز همه هنگ نکرده، چیزی گفت پولا چجور بود؟ چرا همشت سوالی که گفت همجا باش یکی دیگر روز همین سوال رو کرد. خب عوض شد دیگه، هم همه هنگ نبودن اینا رو. نفر سومه که دیگه دیدن خیلی وضع خرابه، رافتن همه هر سه چهار تا واس اشاره کردن برید بابا لو رفت. نشد، چه شرارتی بودش. بسیار خوب، هر سالی میخواست بیادش، نمیذاشتن کسی هجرت کنه. حالا نمیدونم یادتون هست یا نه، یه وقت چند سال پیش سریال رستم رو نشون میداد تلویزیون و اینا، خیلی قشنگ هم بازی میکردن، از وسطش میرفت فیلم دینی نشون میداد، یه فیلم دینی، فیلم های خوبی هم درست کرد. این قسمتی که هر سری زنار برشته بود بیاد مدینه این نشون دادن، خیلی قشنگ هم درست کرد. یکی زن خودش بود، همون فاطمه، زنش کم نشده بود، فاطمه خواهی خواهی پیغمبر تنها رفتم بیاد. یکی مادر خودش بود، مادرش مثلش فاطمه است، دختر زبیر بود، زن بودن چند تا همشون، چند تاشون هم مثل شو فاطمه بود، من فاطمیات. آقا برداشت اینا رو بیم، ابو سفیان حمله کرد، آدم نفرات رو برد، دعوا که نباید هجرت کنه کسی، نمیذاریم بریم. بشتو درست صرف های خود بگو مگو اینا دعوا شد. یه غلام ابو سفیان داشت، هیکل خیلی درشتی داشت، چیز نتراشیده نخراشیده بود، گردن کلو پچه، او حمله کرد. هر سری همچین با شمشیر زد به کمرش که چند قدم را رفت و دوتا شد. به این سرعت کسی شمشیر نمیتونه رد کنه. دیدم خیلی این جوان قویه، اصلا ول کردن رفت. اونم تو فیلم نشون دادن دا. من خودش چند قدم هم رفت و دوتا شدش.
تجارت نکردن دیگه، خب برداشت زنار به اومدن. پیغمبر مسجد قبا مکس کردن، نرفتن تو مدینه، گفتن که من اینجا باید بمونم تا علی بیاد، با هم بریم مدینه، من بدون علی تو مدینه نه. اول جایی که کینه و بغض و دشمنی ابوبکر نسبت به علی آفتابی شد اینجا بود، چون ابوبکر باش بود. نه بریم و من و معطلند و الان منتظرند و خبر رسیده و حالا علی نباشه چی میشه. و پیغمبر گوش نکرد، اونم با عصبانیت قهر کرد، رفت تو مدینه زودتر که چرا نمیای بریم مثلا جایی. علی کیه دیگه، خب بریم دوتایی اینا ببینید هم چه خبر. پیغمبر منتظر بود علی بیاد و برن تو مدینه. جبریل چند تا آیه آوردش، سوره میخوام براتون بیارم، آیه رو بیارم و شروع کنم بگفتن. آل عمران اواخر سوره است، بله، از صفحه ای که 75 قرآنه. آیه آمدش که وسط های صفحه، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. به درستی که در آفرینش زمین و آسمان و این فرق شب و روز آیاتیست برای کسانی که عقل و فهم و درک و اینا. یه تعریفی خدا شروع کرد از یه اشخاصی بکردن که اینا کیان، در تعریفشون میکنه خدا، الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. یه جمعیتی که راک میرن یاد خدا میکنن، مینشینن یاد خدا میکنن، حتی خوابیده یاد خدا. و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، فکر میکنن آفرینش آسمان زمین، خلق اینا چجور بوده و چه حکمتی چه حسابی. و با من خدا، خدا میگه، دارن حرف میزنن به من، میگن ربنا ما خلقت هذا باطلا، اینا رو بیهوده خلق نکردی، حساب کتابی تو کار، سبحانکه. اصل حساب کتاب امتحان ما انسان هاست، دارن به خدا پناه میبرن که تو منزهی، ما رو از عذاب جهنم، عذاب نار نگه دار. این جمعیت یه حرف رو میزنن. باز به من خدا میگن ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته، هر کدو تو آتیشا ببری خارش میکنی، و مال الظالمین من انصار، برای ظالم هیچ کمکی نیست در قیامت. باز به من میگن ربنا اننا سمعنا منادی یعنی ینادی للایمان، ما شنیدیم یک کسی مردم رو به ایمان دعوت میکرد، منظور پیغمبر اسلام، میگفت ان آمنو به ربکم، بیاد به ربتون ایمان، فآمنا، ما ایمان آورد. باز به من میگن ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، پروردگار ما رو بیامرز و کفر عنا سیئاتنا، بدی های ما رو از بین ببر نباشه، و توفنا مع الابرار، ما رو با ابرار بمیران. باز به من میگن ربنا و آتنا ما وعدتنا علی رسولک، به ما بده اونی که به ما وعده دادی توسط رسولت تو کتاب هاشون، درجات بهشت، ولا تخزنا یوم القیامه، روز قیامت ما رو خار نکنه، نک لا تخلف المیعاد. حالا این جمعیت کیا هستن چطور؟ اونی که پیغمبر عجیب غریب تعجب کرد، چی میگن؟ میگن برق استفاضه ازش پرید، پشت اینه، فاستجاب لهم ربهم، خدا قبول کرد. به این زودی خدا قبول نمیده، خدا نمیده، یه همچین دعاهای کلاس بالا خدا رو قبول کردن. اینا کی هم که مستجاب و دعوه هستن؟ بعد خود خدا میگه انی لا اذی عمل عامل منکم، بس که عملهای خوبی انجام میدم، من ضایع نمی کنم، من ذکرن اونس. معلوم شد این عده بعض کن من بعضن قوم خیشم هستن با فلزین هاجرو، اینا دارن هجرت میکنن، و اخرجو من دیارهم، اینا را خونه هاشون بیرون کردن، اوزو فی سبیلی، در راه من خیلی اذیت کشیدن. حالا اون دعوای سر جاش، حالا آزوغه قضا 8 روز را بود، چه بیچارگی میان بدن، قاتلو، آمدن جنگیدن باشون، قتلو، بله کشته شد. لأکفرن عنهم سیئاتهم، بله خداوند تمام سیئاتشون رو بخشید و من اینا رو داخل بهشتی میکنم که نهرها جاریه و این ثواب از نزد خداست، و خدا اندهو حسن ثواب، و
همه خیلی وضع گرفته. جبریل کیان اینا؟ فرمود علی و فاطمه یاد که درن میان اینا تو راه همش همینجوری بودن، همش دعا و یاد خدا و با خدا حرف زدن و خدا مستجاب کرد. از روزی که جبرئیل این آیه رو آورد تا اون روزی که پیغمبر رفت لای خاک، یک شب نشد که ایشون پاشه نماز شب بخونه، رفت زیر آسمون، تو اتاق بود، اومد جایی که بالاش آسمون. این آیات رو میخون پیغمبر، ان فی خلق السماوات و الارض تا حسن الثواب، بعد میرفت نماز شب رو شروع میکرد. مستحب به این کار کردن، خود دلش میخواست اینم دعاش مستجاب بشه. حالا دعوا امام صادق فرمودن که 5 تا ربنا اینجا گفته شده. اولی ربنا داره خط بالای 190، یه ربنا دو تا، یه ربنا سه تا، اینم یه ربنا 4 تا، یه ربنا 5. بعد خدا گفتم فرمود هر کس 5 بار بگه ربنا 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 ربنا، هر دعایی بکنه مستجاب بشه. خب یه چیزی هم گیر ما اومدیم باشه، یه جایی که دعا مستجابه 5 بار شما بگو. اینا عین بگفتن دانه که 5 بار بگو رب. بله بله، ربنا دعا تو بکن، بعد دعا بکن. 7 یا رب بگو مستجاب میشه، یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب. 10 یا الله بگو مستجاب میشه. اینا راه های استجابت داست، به چه استفاده میکردند از اینا؟ ببینید این بند خدا با این گرفتاری عجیب و غریب و اینا، اصلا توی این مسافرت به این سختی و اذیت اوضاع مالی هم عجیب غریب خراب و اینا، همچنین بندگی خدا کردن که خدا آیه براشون فرستاده تو قرآنش تا قیامت که پیغمبر به اون عظیم الشان به این آیات توسل پیدا میکرد، بعد نماز شب میخون که منم جز اینا ببر. خب کار میکردن من به خدا، خب زحمت میکشیدن، شوخی نداریم. همه زحمت ها، همه گرفتاری ها، فرح ما هم اگه پا هر که بره خب جلو میره دیگه. خب تو اینا بله، مثلا جناب فاطمه معصوم سلام الله علیها سنشون 27 سال بود، لکن یه شرایط شدیدی اون زمانها داشته میگذشته، همین امروز تو تاریخ داشتم میخوندم، خیلی سخت بود. حالا مسائل باید خیلی باز کنم که چی چی چی، که هیچ کدوم از دختران امام حسین جعفر شوهر نکرد. اون وقت ایشون سنشون هم بیشتر بود و مدینه بودن، مطابق قدر ایشون محفظ جناب معصوم عبادت و علم و کمال و همه چی، روزه و نماز و چه، اصلا یه درجه خیلی بالایی. مثلا که بعد ایشون آمد امام هشتم رو ببینه که ساوه به دستور مأمون کشت و کشتار رو انداختن و اینا رو مسموم کردن، که ایشون مسمومن آمد قم و 17 روز بعدم که شهید شد و اینجا دفن شد. یه عده شیعیان 7-8 نفر شیعیان خیلی عالی مقام، مثل آقای خمینی، آقای حکیم، امام رهبر، اینا رو بیارید 7-8 تا، رفته بودن مدینه، چند تا سوال داشتن از امام هشتم، آدمای رده بالا. اینا رفتن تو خونه آقا، نبودن منزل حضرت فاطمه معصومه بودن. چه سوالی دارید؟ سوالا رو کردن، همه رو هم جواب دادیشون. اینا تو برگشتن تو کوچه رسیدن به امام هشتم، گفتن آقا من خواهرتون رفتیم سوال. نه امام هشتم فرمود شما چی سوال کردید؟ نه جواب ایشون رو گفت چی گفتن، در بس قبول کردن. امام به این زوری قبول نمیکنه، انقدر کامل بودن، انقدر کامل بودن که به اشراف به همه علوم، به همه چی نام مقام ها بی خودی ماه دوتا سبحان الله نمیشه، خیلی زحمت بوده. مقام هاشون چه بود؟ یا در راه خدا اینا برای اعلای کلمه توحید این همه زحمت ها کشیدن، و قم مثلا اینجا چه فلان اینا، بعد تا آمدند اینجا چه اینا، خدا من تبارک و تعالی بوده دیگه. تاریخی که زنایی بسن تو روایت دیدم که حضرت معصومه اونقدر مقام بالایی دارن که تمام شیعه رو ایشون شخصا شفاعت میکنه. اصلا ما درک نمیکنیم که چه خبر مقام و منزلت. حتی تو تعریف ها میگن، علما میگن شما اینجا رو زیارت میکنید، قبر از زهرا مخفی معلوم نیست، ولی همون ثواب خدا بهتون میده اینجا. به زهرای آشکاریست مثلا. ائمه فرمودند که قش ما قمه، یعنی پرنده های اونجا که لونه دارن، یعنی ما همه توجه داریم به قم، دوستان ما از وقتن که تأسیس شده این شهر مورد حفظ الهی هم هست.
پیغمبر داشتن معراج میرفتن، روایت داریم نقطه بسیار سفیدی رو در زمین دیدن نورانی. جبریل چه خبره؟ گفت این محل است که یکی از اولادای تو میاد و اینجا او دفن میشه و میمونه اینجا، محل شیعیان و دوستان. آقا از معراج اومدن این نقطه بودن، تو این نقطه بس که نمازی هم خوندن رفتن، رسیدن تو اون نقطه، نه شیطان چادر زده آماده، اونم میبینه این حرفا که قبلا گمراه کنه و نظر و چه. آقا تا رسیدن با غضب فرمودن قم، قم نپاشو قم، که اونم فرار کرد، اسم اینجا شد قم. بله حالا این زمین مطرح ده، این مکان محلی است. قبر امام هشتم هم همتون از زبان ذوالقرنین این تیکه زمین به آسمان ها نور میداد. ذوالقرنین قلعه ساخت، بهش گفتن که اینجا کسی میچه اونجور، اینا معروف بود که هارون رشید هم طمع کرد من اینجا دفن کنید که مثلا چه و فلان. ببین میگن شرف المکان بالمکین، بعدن میخوان بیان، ولی از همون وقت شرافت و معلوم و اینا که مثلا قوم و اینطور و اینا. و بله خب میبینیم که طول تاریخ اینا خیلی دفاع کردن مردم از تشیع و اینها و گفتن که میمونه، حتی امام عصر ظهور میکنن خیلی توجه میشه به قوم، که دیدم تو روایت که هر یه وجبش، یه وجب در یه وجب چقدر قیمت پیدا میکنه، که ارزش داره کسی تو قوم یه خونه یه چیزی داشته باشه. اون زمان خیلی شیعیان اینجا جمع. یه وقتی من خودم شنیدم آقای خمینی فرمودن من قمی هستم، تو صحبت من اهل قوم. اللهم صل علی محمد. Yeah.